سلام، ماه می برای افغانستان بربستن بساط قوای خارجی یا تلنگر بر آغاز نبرد بزرگ. وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن تصمیم نهاییش را مبنی بر خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می اتخاذ نکرده است. وی تاکید میکند که آمریکا در حال بررسی بر مبنای روح توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان است. اینکه آیا گروه طالبان خشونت‌ها را در افغانستان کاهش و رابطه‌شان را با القاعده قطع کردن، چقدر طالبان به توافقنامه 29 فوریه پابند ماندند. این موضوع از سوی آمریکا در حال مطرح می‌شود که چند روز قبل رئیس کمیته روابط خارجی کنگره ایالات متحده آمریکا خواستار تمدید ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود. و اما آیا نیروهای آمریکایی پس از ماه می در افغانستان نخواهند بود؟ آقای محب الله ظهیر، آگاه امور نظامی، جناب آقای ویس ناصری، آگاه مسائل سیاسی از طریق خط سکایپ از آلمان، مهمانان این برنامه خط کابل هستند. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. آقای ظهیر، اجازه بفرمایید بحث با شما آغاز بکنم. با باور شما صحبت های وزیر خارجه آمریکا چه پیام را به جانب گروه طالبان مخابره کرد؟ تشکر. سلام با شما و مهمان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. ببینین، بعد از توافقنامه دوحه که بین امریکا و طالبان به امضا رسید، تا کنون ما موارد را مشاهده کردیم که این توافقنامه همان طوری که ایجاب میکرد کاملا تطبیق نشد، خصوصا از طرف طالبان. و مهمتر از این که اینجا یک نکته در مورد خروج قوای بین المللی امریکا و ناتو در اینجا مطرح بوده، چون از یک طرف توافقنامه نقض شده از طرف طالبان و از طرف دیگه زمان موعودی که باید نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شوند، شرایط سیاسی و نظامی در افغانستان طوری نیست، مساعد نیست که این نیروها با اعتبار به یک لفظی که روی کاغذ طالبان با امریکا کرده اعتبار بکنن و اینا نیروهای خود را بیرون بکنن. و از طرف دیگه چون این توافقنامه صورت گرفته، امریکا خواست با یک مانور سیاسی دیگری این توافقنامه را کمرنگ بسازه و طالبان را وادار بسازه که در یک فرمت دیگه که در اونجا کشورهای قدرت منطقه و همسایگای ما و به خصوص دولت افغانستان که در این توافقنامه کاملا کنار زده شده بود، نادیده گرفته شده بود، در ریتور یک فرمت دیگه که او باز در روسیه و در انقره نشست های صورت بگیره و بالاخره امو استدلال را از طالبا بگیرن که بگوین که شما مطابق به او توافقنامه باید در ماه می نیروهایتان بکشین. اینجا یک استدلال قوی از جانب امریکا و جامعه جهانی راجع میشه به طالبا که شما باید در اینجا مسئله را حل و فصل بکنین، نیروهای خارجی یا امروز یا فردا یا پس فردا بالاخره بیرون شدنی است، ولی یک نتیجه باید ما داشته باشیم تا این توافقنامه عملی شد. آقای ناصری، باور شما چی است؟ در حال گروه طالبان هشدار از جنگ بزرگ میدهند و عنوان میکنند که حضور نیروهای آمریکایی پس از ماه می به عنوان اشغال است و جانب طالبان نبرد بزرگ را برای خواهند انداخت. ایدئال وضعیت جوی افغانستان و تاریخ برای خروج نیروهای نظامی آمریکا به جانب واشنگتن فکر میکنین چگونه یک وضعیت خواهد بود؟ با عرض سلام و ادب، اظهار سپاس امتنان قریشی بگرامی از محبت و دعوت شما. سلام به همکاران تکنیکی شما، سلام به میهمان برنامه آقای ظهیر و سلام به بیننده های نهایت خوب خط کابل. ببینین، نامه آقای بلینکن اگر درست دقیق مطالعه شود، در او به نامه چندین تهدید به دولت افغانستان داده شده. در اونجا گفته میشه که اگر ما کمک ها را قطع کنیم یا حتی با وجود کمک های خود شما
شاید در مقابل طالب ها مقاومت آوردن نتانیم و طالب ها عراضی زیادتر را بگیره. و میخوا آخر گزارش دیروز یعنی در یک کانتکسی را باید ببینن تمام امی برخوردها و گزارشات و موقفگیری های دولت مردان امریکا را. میخوا آخر دیروز در بتابوت به حساب جمهوریت و دولت آقای غنی گزارش سیگر داد که آقای جان سبکو گفت یعنی دولت فعلی اگر کمک های خدا تا 2024 اینا توانایی مقاومت ندارن و اگر ما 2500 نیروی نظامی و 6000 پیمانکار و 7000 پیمانکار خارجی دیگه که مربوط ناتوست اینا از افغانستان خارج شوند دولت سقوط میکنه و طالب ها به دروازه های کابل میرسه. یعنی نشان دهنده عزیز که اگر طالب ها بخواین جنگ در بهار شروع کنن که آقای بلینکن هم در نامی خود میگه که شدت و ما تشویش ما یا و عجله و شتاب ما به خاطر عزیز با آقای غنی میگه که یعنی ما جلوگیری کنیم از جنگ باری. جنگ درست. باری فیصل بکان، جنگ باری متاسفانه تباکان و جنگ قسمی که اینا اعتراف میکنن طالب ها میتونن حتی به دروازه های کابل برسن. امریکا در یک ناگذیری و در یک حالت به حساب مخمسه قرار گرفته. اگر خارج شوه همه چیزها را از دست میتن و اگر باقی بمانن دوچار یک جنگ درست. خونین میشه که شاید نیروهای امریکایی هم داخل جنگ شد و این خاطر میخواین از این جنگ جلوگیری کنن. بله بسیار سپاسگزار. آقای ظهیر قسمان، آقای ناصری همچنان اشاره تلویحی داشت. آقای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا عنوان میکنه که آمریکا به دنبال خروج مسئولان است که منتج به بی‌نظمی در افغانستان نشد. هر از گاهی آمریکا زمان بحث خروج را مسئولانه یدک میزنن. فکر میکنین بحث خروج در سیاست اعلامی آمریکا مطرح میشه یا اعمالی آمریکا؟ خب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قبلا عرض کردم که وابسته به این است که در افغانستان اینا مطمئن شوند که کشور دیگه بلانه تروریسم مبدل نمیشه، در این کشور دیگه صلح و ثبات تامین میشه و از این بابت خاطر از یا جمع میشه که در آینده خطر متوجه نه امریکا و نه کشورهای اروپایی و خصوصا اعضای ناتو متوجه نیست. اما با توجه به وضعیت متنازع افغانستان فکر میکنین این رویای آمریکا متحقق خواهد شد در باب افغانستان؟ خب ما اگر در دراز مدت ببینیم، خب جنگ های ادامه داره، فعلا هم جنگ ادامه داره. اگر این نیروها در ماه می بیرون شوند شاید این جنگ شدت پیدا بکنه، چرا طالبا در صدد اعمال حاکمیت خود هستند در اینجا و در صدد ازی هستند که اینجا حکومت خود را به وجود بیاورند و این نگرانی است که تمام جامعه جهانی داره و افغانها هم داره. دولت افغانستان، خب وقتی امریکا یا وزیر خارجهش یا دفاعش یا هر کسی چون این پیغام ها را صادر میکنن که گویا طالبان اراضی بیشتری را خواهد تصرفات کردن و یا حکومت در معرض خطر سقوط قرار خواهد گرفت، او شکل هم نیست. ما امیال بدون کمک خارجی یا اگر کمک هایش هم باشن بسیار اندک است، ما مستقلانه از خاک و کشور خود دفاع میکنیم، نیروهای ما مسلح ما دفاع میکنن و بدیل های دیگه هم وجود داره که در کنار نیروهای مسلح افغانستان، مردم افغانستان، نیروهای محلی، خیزش های مردمی، اینا را ما میتونیم تنظیم بکنیم و علیه طالبا وارد صحنه بسازیم. آقای ناصری، اگر به تاریخ اول ماه می خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان کلید نخوره، فکر میکنین اهرم فشار گروه طالبان، کشتن افغانها، برگ بربستن نیروهای آمریکایی یا تن دادن به تمدید زمان خروج آمریکایی از افغانستان؟ ببینین امی کنفرانس مسکو در 6 روز آینده با کنفرانس که در 27 ماه مارچ در انقره دایر میشه، یعنی امید امریکا و متحدینشان در ناتو در مجموع و شاید کشورهای منطقه همه در اجماعی که فعلا ایجاد شده که در مسکو همه جمع میشن، یعنی با کنفرانس مسکو کسی مخالفت نمیکنه، نه امریکا نه ناتو، بلکه حضور هم میافند و همه کشورهای قدرتمند منطقه به انقره هم میرن و کنفرانس بزرگ زیر مدیریت سازمان ملل متحد مانند بن دوم دایر میشه. عجله و شتاب برای ایجاد یک توافق کلان سیاسی و یعنی دست یافتن به
او بن دوم که حکومت انتقالی صلح هست و آتش بس هست و آمدن یک نظام جدید و حکومت جدید است، این چیزا اگر صورت بگیره و اجماع منطقوی هم واقعا عملی صورت بگیره در سطح جهان، در سطح ناتو، کشورهای اروپا، هم متحدانه در قسمت افغانستان عمل کنه، من فکر نمیکنم که تا اول مایمی اگر امریکایی‌ها روی یک توافق با طالب ها با کشورهایی که در منطقه هستند در کنفرانس هم قرار گفته شود که یعنی حضور نیروها تمدید میشه برای یک سال دیگه یا 6 ماه آینده، کدام مشکلی برای جنگ نباشه. اگر ما توافق سیاسی نداشته باشیم یقینا شاهد یک جنگ میباشیم. درست. بسیار سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین. آقای ظهیر، آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پیام در نامه به آقای رئیس جمهور عنوان میکنه که بحث خروج آمریکا کماکان وجود داره و آمریکا در نهایت امر افغانستان را ترک خواهند کرد. از سوی دیگر در نشست وزرای دفاع ناتو آقای ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو عنوان کرد که ناتو مطابق و متناسب به وضعیت افغانستان تصمیم اتخاذ خواهد کرد. اگر بحث خروج آمریکا قطعی باشه، چقدر حکومت میتونه روی موضع ناتو حساب باز کنه؟ کشورهای عضو ناتو که جمعاً در اروپا قرار دارن بیشتر از آمریکا در معرض خطر تروریسم خود را احساس میکنن، چرا با سیل مهاجرینی که به او طرف روان است تروریست ها میتونن که از این فرصت و از این موقعیت استفاده بکنن، بنان اونا نگرانی بیشتر دارن نسبت به امریکا. اما ای که ما بگویم که جای امریکا را ناتو بگیره شاید هم اقدر درست نباشه. امریکا کمک های زیاده میتونه با افغانستان انجام بده، هم اقتصادی هم نظامی، نسبت به ای که امنیال کشورهای ناتو بیشترش در افغانستان که حضور دارن وابسته به همکاری های اقتصادی امریکا هستند. یعنی امریکا اینا را بیشتر حمایت میکنن و سپورت میکنن در بسیاری موارد. یعنی ما تنها با ناتو اکتفا کرده نمیتونیم، اما بیشتر دولت افغانستان حال در موقعیتی و در جایگاهی قرار نداره که مثل چند سال قبل بود. حال ما در موقفی نیستیم که خطر جدی را احساس بکنیم از خصوصا سقوط نظام یا هرج و مرجی که در اینجا وجود داشته باشه به دلایل مختلفی. اولی که جنگ طالب داره آهسته آهسته چی که بسیار با سرعت مشروعیت خود از دست داده، کشورهای جهانی را تقبیه کرده، کشورهای اسلامی را تقبیه کرده و در مقابلش نیروهای مسلم و با وجودی که در جنگ هستیم و همچنان نهادهای دولتی روز به روز تقویه شده میرن و موضع مردم افغانستان، قوای مسلح، دولت در برابر طالب موضع واحدی است که میتونه باعث تضمین و بقای نظام و کشور ما باشه. درست. آقای ناصری، در صورت آقای جان سابکو سرمفتش ویژه آمریکا در امور افغانستان و اتحادیه اروپا از احتمال فروپاشی نظام افغانستان و رسیدن طالبان تا درب کابل صحبت میکنن، آقای زهیر به این باور است که نیروهای امنیتی افغانستان به این کفایت رسیدن که از اراضیشان دفاع بکنند، واقعا چنین میتونه باشه؟ متاسفانه بدبختانه افغانستان در سال 2001 شاید یک تحول بود که با همه چیز بر ما تحمیل کردن. در بن همه چیز بر افغانستان تحمیل شد. می اردوی 70,000 را ما شاهد هستم که زمانی که یکی از رهبران مقاومت آقای اسماعیل خان گفت که 70,000 نیرو بسیار کم است برای حفظ امنیت افغانستان و دفاع اراضی افغانستان و امنیت سرحدات افغانستان. من به خاطر دارم که آقای جنرال بریالی معاون وزارت دفاع به نمایندگی از مارشال فهیم که وزیر دفاع بود گفت که اسماعیل خان به شکل کلاسیک فکر میکنه و فکر میکنه کردوهای چند صد هزاری باشه. ما با 70,000 نیروی مجرب میتونیم افغانستان حمایت کنیم. امروز با 300,000 نیرو رسیده. دو چیز در افغانستان تحمیل شده، یکی بازار آزاد، اقتصاد بازار آزاد سر ما تحمیل شد که هیچ به درد افغانستان نمیخورد متاسفانه، که هیچ اصلا افغانستان برایش هیچ کارایی نداشت.
در شرایط افغانستان و اردویی که اجیر شد، اردویی که ما به جای پشک و جای ازی که یک مسئولیت ملی بر تمام ملت افغانستان گذاشته شده که نابین و دوره خدمت عسکری را که به ده ها و صدها سال ما داشتیم او را ملغا کردن و عسکر پول دادن، با پول با دلار عسکر خریدن. امروز نیروهایی را که تجهیز و تمویل میشن، نیروهایی که معاش میگیره، متاسفانه بدبختانه او انگیزه و او مورال را که در گذشته اردوی افغانستان داشتی اردو نداره. آقای ناصری اگر بسیار مشخصتر از شما بپرسم، آقای غنی عنوان کردن که نیروهای امنیتی افغانستان 95% مسئولیت های رزمایش جنگی را در افغانستان به عهده گرفتن، واقعا از بر گروهک های شورشی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونن نیروهای امنیتی افغانستان در بیاید؟ ما صحبت یکی از نماینده های مردم افغانستان در شورای ملی را شنیدم امروز که گفت که 13 ولسوالی هلمند همش تقریبا از کنترل دولت خارج است، فقط مراکز ولسوالی به دست دولت است و همه ولسوالی ها در طلوع نیوز میگفت که به دست مخالفین است یا حداقل دولت در اونجا حاکمیت نداره. و حتی امروز صحبت های رد و بدل میشه از سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب. بله، بر شما میخواستم امور بگویم که وقتی ولسوالی المار و طالبان تسلیم میشه یا آغاز تسلیمی متاسفانه ولسوالی ها و بعدا ولایت ها است. ما شاهد بودیم در گذشته در دهه 90 که ولایت به ولایت برای طالب تسلیم میشد و این آغاز از این روند است که متاسفانه بدبختانه ما بسیار تشویش دارم که اگر به می چیز را که آقای جان سابکو میگه که تمام هم غم دولت فعلی حفظ قدرتش است، متاسفانه 60-70% اراضی افغانستان از کنترل دولت خارج است. درست. آقای ظهیر، اگر بنا باشه فردا ماه می فرا برسه و نیروهای آمریکایی کماکان در افغانستان باقی بماند، آیا طالبان بر علیه آمریکا اعلام جنگ و آغاز جنگ خواهند کرد؟ خب قبل از پاسخ به سوال شما، در مورد انگیزی نیروهای مسلح خود بگویم، ولسوالی المار فاریاب ذکر شد. در اونجا سرپرست قماندان امنیش به نام شخصی به نام پتنگ این میره به سربازای خود میگه این ساحه یا امی پوسته یا امی بیز ماسره بودک، چندین روز یا تا حدود 10 روز یا 2 هفته در ماسره طالبا قرار داشت. بالاخره این پتنگ به سربازای خود میگه که بیاین ما شما تسلیم میشیم. امو سربازی که با نان خشک در اونجا گزاره میکند و 2 هفته در اونجا در محاصره قرار داره، به قماندان خود میگه این کار ما هرگز نمیکنی، می خیانت است. و بالاخره پتنگ با امو 1 میل سلاح خود میره به طالب تسلیم میشه، ولی امو سرباز شیشته تا بالاخره کماندوها میرسه و وار نجات میتن. حالا عرضمایی است که در قسمت سوال شما که گفتین جنگ چطور خواهد شد بعد از ماهمه، متاسفانه بعد از ماهمه جنگ ها همچنان ادامه خواهد داشت. طالب باز هم با وجود از اینکه اگر توافقنامه دوحه تطبیق نمیشه، طالب بالای خارجی فایر نخواهد کرد. اما در صورت که اما گفتن اگر پس از ماهمه نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، در صورتی که در صورتی که اینا بفهمند که با امریکا یک امی توافقنامه خود غیر مستقیم تمدید بکنن که بگوین که شما بالای ما حملات هوایی را انجام نتین، اینا یک فایر بالای امریکایی و خارجی نخواهد کرد، چون میفهمند که در این جنگ اگر ما دوباره خارجی ها را دخیل بسازیم و علیهشان اقدام بکنیم، باز به شدت خودشان سرکوب میشن. شما میخواید اما این جنگ علیه مردم افغانستان و نیروهای مسلح ما ادامه خواهد داشت. و در یک مورد ما با جناب ناصری صاحب موافق هستم که ضعف مدیریت در نیروهای مسلح وجود داره. امی که یک کتله از سربازای ما در یک ساحه مورد قلابندی یا محاصره قرار میگیره،
این ضعف نیروهای امنیتی است که چرا در ابتدا همطور شرایط سنجش نمی کنند که آیا در با وجود آمدن همچون شرایط ما می تانیم اینا را اکمال بکنیم یا نه؟ اگر امکانش نیست لوجستیک زمینی یا هوایی کمک رسانی کرده نمی تانند، ضرور نیست که در اونجا این نیروها تعبیر شد. آقای ناصری، اگر شما به جنبندی بحث بپردازین، آقای بلینکن اشاره می کنه که آمریکا داره ترصد میکنه که چقدر گروه طالبان خشونت ها را در افغانستان کاهش دادن و آیا رابطهشان را با القاعده قطع کردن یا نه. با اینکه نشست انقره اندک اندک داره مذاکرات میان افغانان در دوحه قطر رنگ میبازد، با باور شما با آغاز نشست انقره آیا تاریخ ماه می همچنان رنگ خواهد باخت؟ اگر ماه می نشست انقره 28 ماه مارچ است و ما ماه اپریل در میان از او داریم، تقریبا بیش از یک ماه فاصله است. اگر یک توافق سیاسی صورت بگیره در اوایل ماه اپریل، یعنی ماه می میتونه که نیروهای خارجی به اساس یک توافق جدید سیاسی اینا یک مدت بیشتر بانند. چرا هیچ منبع نظامی و هیچ کارشناس نظامی و سیاسی در امریکا و در ناتو طرفدار خروج اول مایمی شتاب زده نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان نیست. شما دیدین که دیروز آخرین بار یکی از سناتورهای بسیار قدرتمند از دموکرات که فعلا به عنوان رئیس بخش روابط خارجی سنا مقرر شده، اعلان کرد که ما طرفدار خروج نیستیم. همچنان آقای دانفورد، جوزف دانفورد در گزارش مطالعه افغانستان 84 صفحه گزارش نوشت و گفت که خروج ما به معنای تسلیم کردن افغانستان به طالبان است. هیچ گزارشی و هیچ مرجع رسمی و به حساب نظامی، کارشناسان، وزرای دفاع سابق امریکا، هیچ کس طرفدار از این نیست که امریکا در اول می خارج شود. منطقی هم نیست که تا یک توافق سیاسی صورت نگیره نیروهای خارجی از افغانستان. آقای ناصری، اگر بسیار کوتاه بفرمایید، در قبال تمدید زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا، گروه طالبان خواستار چه قیمت از آمریکا خواهند شد؟ خب طالب ها بیشتر قدرت می خواهند، سهم بیشتر در قدرت می خواهند. شاید نام دولت، یعنی دولت اسلامی یا چیزی که اونا بخواهند، و خواستهای طالب ها بیشتر باید مراعات شود و همچنان امتیازهای بیشتر بهشان داده شود از نظر اشتراک در قدرت. و امتیازگیری از جنگ سر قدرت است و متاسفانه منازعه 40 ساله افغانستان سر قدرت بود، طالبان به خاطر قدرت می جنگند. سپاسگزار جناب آقای ویس ناصری، آگاه مسائل سیاسی از آلمان، و آقای محب الله ظهیر، آگاه امور نظامی. بسیار سپاسگزار. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تا فرصت دیگر.